سلام. مامو درست کنم خوشگل شم. آره چطورید؟ خوبی؟ این توی این ویدیو ما قصد داریم که الان من دارم هشتگ محیط آقای خب من توی اینستاگرام زدم هشتگ محیط آقای الان صفحش هم میارم بالا واسه تون قراره ببینیم این ویدیوهای آموزشی قراره ببینیم اون هم به عنوان یه بازیکن اما یاسر هم به عنوان یه بازیکن اسبق و پیشکسوت به بازیکنی که قراره دوباره بازیکن ایشالله ببینیم و ببینیم که چی میگن این مربیای اینستاگرامی. شما دو تا چیز یاد گرفتیم. آره اصلا چیزی نیست، اصلا قصدمون تخریب نیست. اگه چیز درست داری بگم میگیم درسته، چیزی مسخره ام بگم که متاسفانه میخندین. به نظر شخصیه، هیچ کس چپی نگیره خواهشام. آره خواهش. حکی میبینه نگین آقا. ای بابا تو خودت چی میدونم دیگه. ای بابا تو خودت چیزی هستی. این چیزا نیست. ببین آقا من چند سالمه؟ 20 سالمه. کلا تازه جوان‌ترین بازیکن تازه هم شده 20 سالم جون. ولی خب اینو یه ببینیم چه ببینیم چه خبره. همین مشتت به حریف نمیرسه رو میخوای بریم؟ مشتت به حریف نمیرسه چون فکر کنم یه ویدیو کوتاه هم هست. آره یه ویدیو ببینیم. نه کاملا استاندارد کاملا استاندارد ویدیو خودی داره نبودیم. ببین تو یک ثانیه میشه فهمید که درسته یا غلطه. دوبار بزن چیه؟ آخ جان دوبار بزن. توی این آموزش قرار بهتون یاد بدم که دوبار یه حرکت رو. آره دوبار تو تایم تو تایم حتما اگه داری اسپارینگ میکنی تو باشگاه اگه میخوای بری مسابقه بدی حتما تو ذهنت باشه و اینو تمرین. خب دو تا فایتر ما رو برای هم دیگه سیمش رو آویزونه. خیلی سیمشون میخوام همیشه هر سری میبینم. علی آقا ضربه لوکی خوب بزن به محمد. خب آقا محمد شما هم ضربه چپو بزن به علی آقا. خب حالا این دو تا حریف دارن با هم مبارزه میکنن. فرضاً برای میگیریم که این دو تا امتیاز گرفتن این ضرباتشون یا حداقل حواس هم دیگه رو پرت کردن. ما میخوایم کاری کنیم که یا امتیاز بیشتری بگیری یا اینکه بیشتر حواس حریفتو پرت کنی. وقتی من میبینم فضای لوکی که محمد بازه دو بار از اون فضا استفاده میکنم. علی آقا دو بار بزن. یک دو با سرعت بیشتر دوباره. یک دو محمد چپ دو بار. دوباره این که فضای لوکی همیشه بازه اون دست روش نیستش که. سلام خب این همونجور که دیدی تماشا حالا صحبت می راجع بهش یک بار می‌زدم ممکنه حریف نگاه نکنه به ضربه و دفاعشو انجام بده راحتی. ولی وقتی دو بار می‌زنم حریف یه ذره ترس داره و زمان بعدی که حریف لوکیکو نشون بده بهش وقتی لوکیکو نشون میدی حریف ناخودآگاهش میاد گاردشو پایین میاره. برای چی؟ برای اینکه دو بار معمولا ضربه خورده و میترسه دوباره امتیاز بده یا برای گارد چپش هم همینه دیگه حواسش هست هی چپ چپای تو رو بگیره. امیدوارم این آموزش براتون اثر بخش نبود. اثر بخش نبود که هیچ چیزی هم دستگیرمون نشد. مثلا یه سوالی این که لوکی که همیشه بازه دو اینکه شما داری کسی استفاده میکنی که اصلا به نظرم بازیکن نیستن کسی که داری ازشون استفاده میکنی. دو جفت دستاش بالا لوکیک میزنه آماتورترین لوکیک ممکنه که خیلی وقت هم هست که به نظرم استفاده نمیشه. درست عرض میکنم حدود 20 سال پیش تو باشگاه کیک بوکسی که با لباس و شلوار رسمی تمرین میکردن این چیزا رو میگفتن. هیچ اصلا تعریف نشده است این، یعنی یه چیز مسخره است به نظرم. از بیسش خرابه اصلا. وایسادن یا لو کیک زدن تو اولیشو بزن بعد دوتا بزن یکی درست بزن دوتا پیشکش اصلا. بعد دست چپ چپ کجا لو لو کجا لو عقب اونم مثلا این کجا اون کجا مثلا میگه اگه فضاش باز بود دوتا بزن خود تو اون لو قدرت نداره چکه. حالا بریم واسه ویدیو بعدی اصلا تو پیجشو ببینیم یه سر پیجشو ببینیم. نه وقت تو تلف نه ببینیم ببینیم یه سر پیجش ببینیم چه خبره تو پیجش. نه ویدیوهاشو نمیخوایم. 33500 33500 نفرشون فالوور داره. پیج فروشگاه مسئول مسابقات و دبیر روابط عمومی هیئت رزمی شمال غرب تهران. ایناش مهم نیست، ایناش مهم نیست که میدن آموزش. فقط آموزش من درک نمی کنم اصلا. جلوگیری از ناکوت شدن خوش اینها جلوگیری میکنی از ناکوت شدن حتما برای شما اتفاق افتاده. نه برای من اتفاق نیفتاده. صداشو زیادتر میکنی؟ من صدام زیاد خوب نیست. میکروفون هر این سری آخه اوکی تازه میکروفون خریده بودم بکنم ویدیو بعدی زیر نمیز داره. چرا اخبار مگه
بهتون تحمیل کنم و بعدش شما شروع کنید به شالو کردن و دفاع کردن بعد از طرف، که وقتی که اون ضربه رو خوردی بتونی خیلی راحت ناکد یه چیز اتفاقی اصلا بزرگتر. بعد اگر میخوای مقابل بشی تو اسپارینگ سنگین تمام ضرباتو حس میکنه، چون تمرینی نداره دیگه، چون تو اسپارینگ تو بوکس سنگین یا تو تمرین تداعی میشه برای ضربه سنگین، تداعی نداره واقعا، لمسش میکنی تو تمرین کن. ناکد یه مشت میخوری میفتی و جلوگیری. خب این که اسیست معمولیه اینجا، ملعب میزنن بعد پا میشن تمرین، نه پا میشن سامبک میزنن پشتش، مثلا یوسف هم از این کار میکنه تو تمرین های من هم هستی، بخوام به تو هم بدم دمدم مسابقه واسه سیس، ولی دیگه نه انقدر. خب انقدر نه، جهرش بیشتر کاردیوه به نظرم. نه من بچه بودم میزدن حقیقتش. جلوگیری از ناکوت نیست به نظر من، جلوگیری از تکنیکال ناکوت شدنه. نه این دقیقا چیزیه که شما بعد از اینکه مشت سنگین میخوری که رو پاد بند نیستی یه شبیه سازی میکنه، چون وقتی ملق میزنی اون سرگیجه هست، اون مثلا شبیه سازی میکنه خودتو راحت سریعتر جمع و جور بکنی، اینکه جلوگیری از ناکوت شدن که اصلا مثل اینکه ناکوتی اصلا میزنم، منظورم که با بلانکارد میبرم اون ناکوته، شما بزنی جلوگیری از تکنیکال ناکوت شدن که میاد تا ده میشوره یارو حالش خوب نیست بازی رو نگه استوب میکنه. شبیه سازی ناکدان، آفرین، شبیه سازی ناکدان به همون سرگیجه که واسه آدم هست. چهار تکنیک مویتای. کاربردی نیست این ویدیو اول به اون چنان حقیقتش کاربردی نیستی به نظرم، یعنی باید به نظر ویدیو خوبه ولی کاربردی نیستی. مثلا همین بکی که شگرد یکی از دیگه شگرد داره که بزنه، مثلا تایلندی ها بکی نمیزنن، اصلا نمیزنن. از اول به نظر من اگه اینو راستش بده کنیم قشنگ‌تر بود، راست رو می‌ذاری یه قدم می‌ذاری شروع بر می‌ذاری نه با چپ، اگه همزمان تیپو بهش می‌زد باز بهتر، مثلا خوب همون تو اون پا اولش خوب تیپو می‌ذاری تیپو می‌زد دیگه. نه اینم نبودم، اصلا سعی کنید پاچه ها رو با پا عقبتون بدا کنید، پا جلو بسید وقتی که رقص پات مثلا میزو میسته رو پات نیستی، و اگه رو پای درسته تیپو چی شد؟ و بنده نمیدونم چرا اصلا ساقبنده نمیبندن تا تو تمرین. نه این حالا قبلیه زره این منوال بود، این اصلا کاربردی نیست، اصلا این موی برا نویسه شوه، این کاربردی نیست واقعا. بعد شو کدوم مدلی هوک بزن، این رو بذاری ببینیم، پی این رو ببینیم بفهم این کدوم مدلی هوک بزنم. بچه ویدیو ببینیم چقدر هم 6 تا ویدیوه. مهمترین سوالی که شما از مربیاتون میپرسیدید این بوده که ضربه هوک رو باید این مدلی اجرا کنم. یا این مدلی. نظر تو چیه؟ سلام یاسر ارمنی هستم. نظر تو چیه؟ نظر شما چیه؟ من؟ هر کسی یه جوری میزنه. به این میگم، به این میگفتن آمریکایی، به این میگفتن روسی. آره. مهم اینه که چهار بند یعنی دو تا بند اصلی بخوره، حالا دیگه تو هر جوری میزنی کف نزنی. مهم اینه که خب یعنی اصلا نوع اصولی نداره در واقع. مثلا که تیپو بگه حتما با بله با گل پا بزنی یا با کف پا بزنی یا پاشنه، هر کسی یه جوری میزنه، مهم اینه که بزنی. یه چیزی من بگم، اصلا رو این چیزا حساس نشید به نظر من. چرا؟ چون وقتی شما بازی میکنی
اصلا هدفت این که من شستمو اینجوری بگیرم یا اینجوری بگیرم نیست، فقط هدفت زدنه. و اینا قاتل عمر یه بازیکنه، کسی که میخواد ایشون شروع کنه قاتل وقتت، حساسیت‌های زیادی و اینکه و میگی خب پس حتما چیزی برم پکیج بخرم یا برم یا بشینم ویدیو فلانی رو ببینم یا چیز. اصلا بهترین مربی بازی کردنه. نشینید تو خونهاتون بگید من ویدیو ببینم بازیکن میشم. بازیکن اگه میخوای بازیکن شی یاد بگیر، بازیکن بازی درست میکنه. این چیزا چرت و پرته مگه نه؟ حتما هست. بریم ببینیم حالا واقعا چیزی بریم تهش ببینیم، تهی تهش رو میخوای بریم ببینیم تهش دارم میگم پکیج اینجور بگم یا نه؟ گفتی دی گفتم چون به کارم ایمان دارم. جامعه آموزش کیک بوکس، آموزش از مبتدی تا حرفه‌ای، مناسب برای تمام سنی. اینا توی یه پکیج عرضه میشه ها، فایل های تمرینی کامل که نگم برات. مهمترین تو مایکس جیم از این ویدیو سیدیا نفروشن اصلا قدغنه. مگه میشه قدغنه؟ بعد تو یه لایسنس یه مجوز داشته باشی برای کارت که میکنی، نه مربیگری. مگه میشه ویدیو پر کنی بفروشی؟ هزاران مدل اشتباه تو این هست. درست میگی، درست میگی. حالا تو توی محیط خودتی، باشگاهتی، حالا 20 تا 30 تا 50 شاگرد هم داری، حالا چیزی که میگی یا خود اوله یا درست یا هر چیزی هست، بر طبق اون مدرک مربیگری که در هر جا آوردی درس میدی. ولی تو دیگه حق نداری بیای یه کاری کنی، پکیج هم بفروشی و پول بگیری در ازاش. هیچ جا نمیذارن این کارو بکنی. اگه اونجوری بود تایسون پکیج میزد میفروخت. ولی یه چیزی، مربی خوب هیچ وقت نمیاد هرچی فوت فن بلدره که لو بده که به این ور اونور. تو اگه مگه نمیگی بازیکن داری یا چیزه؟ خب یعنی الان مردم عادی هیچ فرقی با بازیکن‌ها ندارم وسط. درست میگم؟ شاید درست. هرچی که بلدی داری به همه میگی. اصلا آقا چیزی نیست که بلد باشی. شما تو سمینار مثلا لیام هریسون که میری یه چیزایی نگاه میکنی، ناخودآگاه دست میزنن واسه اش، ناخودآگاه لبخند به لبت میاد. انقدر چیزای جدید به آدم میگه، کسی که کارش اینه که آموزش میده و شو میکنه. درست آقای علی؟ الان دوست ایرانی دیدیم، یه دونه دیگه ایرانی میبینیم. خب بعد میریم سراغ چیش، لیام هریسون. بعد آفرین بریم خارجی ها. یه چیز دو تا تکنیک میده واقعا همونجا. بعد جوری بعد انقدر بسن خودشونو محافظت میکنن، دستکش دارن، بانداج دارن، ساقبند و روپا دارن، خیلی اصول. حتی مارات گریگوریان میتو که میت با ساقبند روپا میزنه جفت پاهاش. مارات گریگوریان یه موقع لب میت نخوره آسیب ببینه، چون با اون پا کار داره، محل درآمدشه، کارشه. این دستکار یا پاکار شروع شد. من یه دستکار خیلی خوبم، من یه پاکار خیلی خوبم. تا چند وقت پیش اگه این جملاتو میشنیدم واقعا خندم میگیره، ولی الان نظرم عوض شده. بچه وقتی کسی میگه من کیک بوکسرم، کیک بوکسینگ یعنی تلفیق دست و پا، باید تو دوتاش تبحر داشته باشی. میخوام تو این ویدیو رول کردم بهت آموزش بدم، کلی نکته خفن بهت بگم که هیچ جای دیگه نیست، بله به اینکه بهت بگم چه مزیتی داره اینکه دست داره. سلام، رول کردن بچه اول اینکه بزنیم بعدی داره. بزنیم بعدا رول کردن سرتون رو پایین نگیرید و خارج بشید. این کاری که زانو بخوری یا هر ضربه دیگه خیلی زیاده، آپر بخوری تو هر رشته. پس کرزی کجای کرزی که ماشین رد نمیشه، زانوها یکم شکسته، فقط تا جایی که سر از مسیر مشتری خارج بشه. یک به سمت بالا سر ما خارج بشه، یک اشتباهی نمیگه، درست میگه. پاهای منه که خم و راست میشه، سرتون رو خم نکنید با پاه بشه. من کارو خیلی خراب کردم، دست بالا یه ردش میکنم. حالا باید یک گامم وردارم، آقا پرسه یک گامم وردار. ببین وان بچه ها، هر چقدر دست حریف پایین بیاد، خب نمیخواد اینجوری تو آسمون بفرستی براش، هر چقدر دست حریف پایین بیاد، چون تو خیره ای به حریف، یعنی چشات جای دیگه نمیره، راحت میتونی توش در بیای. الان کی برنده است؟ اونی که در اومده. خب من زوم کردم اون پارسا، دارم براش شوت میفرستم، پارسا در میاد. ببین هر چقدر هم بخوام ضربه بزنم پارسا خارج شده، کاری نداره. بخوای هر سری اینجوری در بیای، گاهی وقتا نیاز همونجا بلند شی، از هر جای کاری نداره بچه. یه بار دیگه پارسا، 1 2 یه چند نمونه ضربه زدنم تو اون چرا بد نبود؟ من ایرادی نداشتم. بعد چی گفتی ببینیم؟ دیام آره، الان میریم سراغ ویدیوهایی که یه دونه ویدیو هم ببینیم که دیگه خسته کننده نشه ویدیوت. ویدیو هم بد کن. یکی نوشته بود تو پیج سوتی سنتر بود یا نمیدونم کیک بوکسینگ کی وان نیوز بود، نوشته بود لیام باتکو بد کمپانی اسم باشگاه شونه، اسم باشگاه شونه بچه ها. لیام هریسون اسمشه، اسمش لیام هریسون، نه لیام باتکو. و حالا ویدیو آموزشی لیام ببینیم. بفرمایید.
همونو زده، فضایی نیست. کاریو کرده رو داره میگه. قطعه دیگه سختیه این زدنش، ها خیلی سخته. نمیجوری چیز کردن، نه خب. چه ضربه، چه پانچی داره. آها هم ضربت رو میزنی هم نمیذاری حریف نزدیک شه. این تکنیک واسه مویخواها خیلی مفید. کسایی که میان گرنگیری میکنن میان جلوتون، پا رو میزنی تیپش میکنی، خیلی به در بخوره. حتی میشه پا رو نزنی همون اول تیپ فین کنی، تیپ بزنی. جوناتان باکور چیزی نداره، چیزی زیادی نداره، دیدی خیلی یه پیچیدگی نداره، خیلی کاراست. بردیه تمام. همزمان که پارو میگیره قدم میاد بیرون. اگر میخواه آموزش کسی ببینه با فین تمرین کنه، همینو خیلی کاربردی تر و اصولی تره. اگر آموزش ببینیم چه فیلم هم میخواه ببینیم، فیلم بازیکن رو ببین. زبون هم حالا میدونم اکثرتون که حالا مشکلتون شاید یا زبان باشه یا متوجه نشدنش باشه. زبان نمیخواه، خودش داره میفهمه، با زبون و بدنش داره بهت میگه. بازی سعی کنید بیشتر ببینید تا فیلم آموزشی. بازی سعی کنید بیشتر ببینید. به نظر من اگه فیلم آموزشی هم میبینید، فیلم آموزشی بازیکنای تایلندی الان مثلا پچ کونچو آموزش کلین 3-4 تا داره تو یوتیوب، خیلی تکنیکای قشنگی داره میده. و کارم بکنن اینجوری نمیشه دیگه. کونچو که بهترین مویخواهای تایلند بوده، الان تو من 25-6 سالش دیگه بازی نمیکنه تو اوش خرافه که حالا. ولی کن کلا حرف من اینه که اگر میخواید چیزی ببینید در این رابطه آموزشی ببینید، فیلم بازیکن خارجی ببینید، به نظر من بهتره. کسی که بازی داره کسی که داره بازی میکنه رو فیلمش رو ببین، نه کسی که تو باشگاه با دوربین و میکروفون همه دارن فیلم. هیچ هم بعض تمرین کردن نیست. همگی موفق و معید باشید. قربان شما، شب و روزگار بر شما خوش. هر وقتی هست خوش در واقع، و اینکه خیلی سرکیلی هستید.